مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه از سوئد با ماست. آقای درویشپور خیلی خوش آمدید. شما با ساختار اجتماعی و سیاسی سوئد آشنا هستین و ساکن این کشور هستین. میدونیم که این طرح از جانب هر 8 حزب راست و چپ پارلمان سوئد تایید شده. 349 نماینده به اون رأی دادن. این اتفاق آرا و یک دستی بر سر مسئله ویژه در حوزه سیاست خارجی این کشور رو چطور می‌بینید؟ چقدر به لحاظ در واقع چقدر مسبوق به سابقه است این اتحاد و اتفاق آرا، و به لحاظ زمانی چرا سوئد الان وارد عمل شده؟ طبیعتاً یکی از شاید نمونه‌های نادری است از این درجه از اتفاقی که اتفاق آرایی که صورت گرفته با این میزان بالا، حتی در مورد جنگ اوکراین هم با اینکه همه احزاب سوئدی خواستار واکنش بودن، اما حتی برخی میگفتن اول مثلا سلاح بفرستیم، پول بفرستیم، سلاح نفرستیم، حتی اون موقع یه اختلافاتی وجود داشت، اما در این مورد یک اتفاق آرای کم نظیر صورت گرفته که این از چند جهت به نظر من اهمیت بسیار زیادی داره. یک، با توجه به اینکه سوئد به 50 روزی به رئیس اتحادیه اروپا تبدیل میشه، طبیعتا توان و قدرت در واقع پیشبرد این خاص رو در اتحادیه اروپا افزایش میده. اینکه 8 حزب این رو تصویب کردن معنیش اینه که احزاب حاکم دولت هم همشون پشت این طرح هستن، و طبیعتا این همونطور که گفتم زمینه تصویب اون رو در اتحادیه اروپا افزایش میده. دو، این نکته که در واقع ما شاهد یک چنین درجه ای از اجماع هستیم، بخشش طبیعتا اعتراضات گسترده ای است که چه در سوئد ایرانیان علیه حکومت اسلامی و این سرکوب خشن جنبش زن زندگی آزادی انجام داده، بخشش هم ناشی از به هر حال حرکت های بین المللی است که در پارلمان اروپا هم پیشتر تصویب شده بود. به گمان من اقدامات جمهوری اسلامی که حتی چوبه های دار و اعدام را افزایش داده و حتی برخی از شهروندان به اصطلاح ایدی تبار رو هم اعدام کرده، میتونه در میزان این اجماع تأثیر گذاشته باشه. من مطمئن نیستم که الزاماً این اجماع بلافاصله صورت گرفته، ولی فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با بی‌اعتنایی به فشار بین‌المللی به سرکوب خشن ادامه بده، و خب جامعه بین‌المللی هم قطعاً عکس العمل خودش نشون خواهد داد، و این امر رو من یک گامی در راستای در واقع یک افزایش فشار بین‌المللی بسیار جدی میدونم علی جمهوری اسلامی ایران که تبعات بسیار زیادی در بر خواهد داشت. با تبعات این موضوع در صورتی که البته میدونیم راه طولانی هست تا سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، اما اگر قرار بگیره با تبعات اون ناآشنا نیستیم، اما به زعم شما مهمترین تبعاتی که این دست اقدامات برای جمهوری اسلامی داره در مجامع بین‌المللی چیه؟ ببینید، برخی از اونجایی که در فکر این بودن که شاید حتی سپاه رو حفظ کنن بعد از گذار و حتی اونو مهمتر از دموکراسی و حقوق بشر میدانستن، ناخرسند بودن از این زاویه اینکه سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره. برخی هم از این زاویه که نگران این بودن که چنین امری به اصطلاح زمینه و بهانه حمله نظامی رو به نام مبارزه با تروریسم در واقع فراهم بکنه یا تسهیل بکنه، از این نظر طبیعتاً این نگرانی رو داشتن که شاید پافشاری نمی کردن برای چنین طرحی. اما به هر حال این اجماع اگر در اتحادیه اروپا صورت بگیره، پیامداش میتونه بسیار گسترده باشه. افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و به اصطلاح جهان قطعاً وارد یک مرحله جدید خواهد شد. علاوه بر اون، این امکان وجود داره که شکاف در درون خود سپاه هم افزایش پیدا بکنه برای تغییر در به اصطلاح بخشی از بدنی سپاه که نگران تروریست اعلام شدن کل سپاه هستش، ممکنه در واقع اختلافات درونی این حکومت رو افزایش بده. برخی بر این نظرن که این امر میتونه یک دستی در درون حکومت ایجاد بکنه، ولی به گمان من افزایش فشارهای بین المللی احتمالا در این لحظه بیشتر شکاف ها را افزایش خواهد داد و به تزلزل بیشتر حکومت یاری خواهد رساند تا آنکه انسجام و یک دستی در برابر مثلا افکار عمومی جهانی یا دولت های غربی ایجاد بکنه.
آقای درویش پور، در بخش اول صحبتاتون تا حدی بهش اشاره کردین، اما میخوام بدونم در مورد کشورهای اروپایی میخواستم یک سوال دیگه از شما بپرسم. علاوه بر سوئد، موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در مجالس قانونگذاری بعضی از کشورهای دیگه مثل هلند، آلمان، بلژیک، ایتالیا مطرح شده. چقدر این اقدام سوئد راه رو برای بقیه کشورها برای گرفتن تصمیم مشابه هموار میکنه، با توجه به اینکه بعضی از این کشورها مثل آلمان روابط اقتصادی دارن با جمهوری اسلامی و قرار گرفتن سپاه پاسداران شاید بشه گفت تاثیرات معنادارتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای جمهوری اسلامی داره؟ ببینید، همونطور که پیشتر اشاره کردم، پیشترم پارلمان اروپا در واقع این کارو کرده بود نیست، اما یه تفاوتی که بین مثلا پارلمان سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر با پارلمان اروپا داره، آراء و مصوبات پارلمان اروپا بیشتر جنبه مشورتی داره و اجرایی نداره. شورای اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیره، اما رابطه مثلا پارلمان سوئد و دولت سوئد به گونه ای است که دولت اصلا موظف به اجرای مصوبات پارلمان هست، بنابراین جنبه تلاش برای اجرای کردن با این تصویبی که در سوئد صورت گرفته به طور جدی افزایش پیدا خواهد کرد، گرچه موانعی هست، و فکر میکنم این الهام بخش بسیاری از کشورهای دیگری خواهد شد که حتی پارلمانهاشون ممکنه اینقدر نوع تعیین کننده اثرگذاری رو بر سیاست‌های دولت نداشته باشن که در سوئد داره. اگر سوئد که خیلی تاثیرگذارتره پارلمانش این تصمیم بگیره، به گمان من این بیشک الهام بخش بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی خواهد شد که این زمزمه ها یا این بحث ها صورت درشون وجود داره. و توجه بکنیم اینکه سوئد به رئیس اتحادیه اروپا در 50 روز دیگر تبدیل خواهد شد، اهمیت سیاسی این رو حتی در تاثیرگذاری بر دیگر کشورها افزایش خواهد داد. مهداد درویش‌پور، جامعه‌شناس استاد دانشگاه از سوئد، خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون در این برنامه.